بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حضور یاران گرامی هستیم در ادامه مباحث و مجالس سلیه حضرت مولانا جلال الدین در مجلس دوم رسیدیم به این قسمت. فرمود گنجینه اسرار الهی مایی، بحر درر نامتناهی مایی، بنشسته به تخت پادشاهی مایی، بگرفته ز ماه تا به ماهی مایی. خب این از رباعیات خود حضرت مولاناست. می فرماید که گنجینه اسرار الهی هستیم، ما هستیم، بحر درهای نامتناهی ما هستیم. درهای که انقدر زیاد است که تناهی ندارد و تعداد ندارد، درهای اسرار. بنشسته به تخت پادشاهی ما، در تخت پادشاهی ما نشسته ایم و پادشاهی جهان آخرت، پادشاهی حقایق، نه پادشاهی این جهانی که ذره ای نمی ارزد. بگرفته ز ماه تا به ماهی ماهی، اصطلاح ماه تا ماهی، ماه به معنای آنچه که بالای سرماست و بلند است و دور است، و ماهی هم آن است که در درون دریا هست، در قعر است. یعنی اصطلاح متضاد هم هست، یکی که در قعر و در پایتنی قسمتی که ممکن است، و ماه هم یعنی در اوج آن بالاترین جایی که آنجا ممکن است باشد. هنوز گذریان وجود در بازار شهود ننشسته بودند، هنوز نه ولوله ملک بود نه مشعله فلک، نه سمک در زیر زمین جنبیده نه سماک بر افلاک درخشیده، هنوز نقاشان قدر این صفه گچندود صف آسمان را پرده لاجوردی نکشیده بودند، هنوز فراشان قضا فضای این چارتاق عناصر در بیدای وجود نزده بودند، که نور وجود من که صبح شهود بود از مشرق انا ارسلناک لمعان نموده، به امر کن هست گشتم و به شراب قل مست گشتم، تا نوبت نوبت من نوبتیان قضا بر در سراپرده آدم نزده بودند، هیچ فرشته ای را زهره آن نبود که پایه تخت آدم را ببوسد. من بسیار زیبا و بسیار پرمعنیست، یعنی سخن حضرت رسول است که مولانا این منی که اینجا می فرماید منظور حضرت رسول است. شما می دانید که مولانا به دو نفر علاقه بسیار شدیدی دارد، در مثنوی در دیوان نشست و خیلی از جاها به آن توجه کرده است. دو شخصی که بسیار به آنها علاقمند است، اولین شخص حضرت محمد صلوات الله علیه هست که ایشان خیلی ارادت خاص دارد، خیلی دوستش می‌دارد، از در لابلای کلماتش آمده است و شعرهای بسیار بسیار زیبا و بسیار قابل توجهی در مورد حضرت ایشان سروده است و بسیار توجه داشته. یکی هم که البته اظهار علاقه‌اش از آن پایین تر است نسبت به حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام است. خب می فرماید که گذریان وجود، آنهایی که در عالم وجود می خواستن بگذرن، هنوز کسی در وجود نیامده بود. شما می دانید که در اصطلاح عرفان معتقدن که حضرت پیامبر اولین شخص بود، نه اینکه در
اصطلاحات فلاسفه و فقها ها میگویند که حضرت آدم اولین شخص بوده است که اولین انسان بوده است یا اولین پیامبر بوده است، که البته میدانیم اولین انسان نبوده است، چون قبل از علم ثابت کرده است که قبل از حضرت آدم انسان های فراوانی در همین کره زمین وجود داشتند. حضرت آدم علیه السلام ایشان اولین پیامبر بودند، اما عرفا بطرانه حتی اولین پیامبر هم نبوده است و اشاره میکنند به این کنت و نبیدین و آدم ها به این ما عبدتیم. این رو عرفا میگویند که من نبی بودم و آدم بین آب و گل بود، بین ما و تین بود و هنوز به وجود نیامده بود که من پیامبر بودم. این از نبوت. از دیدگاه دیگر از نظر ولادت همچنین است. این ولادتی که مد نظر داشتند چون این است که اول ما خلق الله نوری، فرمود که اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود. بنابراین عرفا به این تعجب دارند در جای شما سنایی، عطار، مولانا، ابن عربی، همه بزرگان رو ببینید، این عرفای بزرگ از بایزید و دیگران، جنید و دیگران، همه به این اعتقاد دارند و این اعتقاد مسلم و کامل عرفاست که اولین وجود وجود پیامبر است و اولین رسول هم هموست و سایر انبیا بعدن آمدن. و اینجا همین نکته رو به شکل بسیار زیبا حضرت مولانا جلال الدین بیان می‌فرمایند. پس این که می‌گویند این مثلا پیامبر در فلان تاریخ زاده شد، به دنیا آمد، در فلان تاریخ مبعوث شد، در 40 سالگی مبعوث به پیامبری شد، اینها چیست؟ اینها سخنان عوام است، اینها برای عوام است. این تاریخ ها هیچ کدام برای رسول واقعیت ندارد، اینها ظاهری است، یعنی ولادت ظاهری. خب پیامبر بود و اولین کسی که خدا آفرید پیامبر بود، اما وجود مادی و وجود ظاهری در این دنیا با شرایط خاص در آن وقت اتفاق افتاد. در عام الفیل به دنیا آمد، در 40 سال بعد ظاهرا مبعوث شد، وگرنه او مبعوث بوده است، از اول وجودش مبعوث بوده است. این برای عوام است، این برای عوام است که نگویند این از کجا آمد، این پیغمبر شما از کجا آمد، ما ندانستیم که کی متولد شد، کی مبعوث شد. این برای عوام مردم است که ببینند و توجه داشته باشند. اما برای خواص و خصوصا خاص الخواص چنین نیست. همچنین است اعتقاد عرفای شیعه در مورد حضرات ائمه معصومین علیهم السلام همچنین است، در مورد حضرت فاطمه، در مورد حضرت علی، امام حسن، امام حسین و سایر امام، همین است قصه. یعنی در مورد 14 معصوم همین نظر رو دارند، معتقدند که حضرت پیامبر وقتی نورش آفریده شد، این نور دو گونه شد، دو شق یافت، دو جهت یافت، یکی جهت فاطمی بود، دیگر جهت علوی بود. از این امتزاج نورین، نور فاطمی و نور علوی، سلسله امامان پدید آمد و البته اینها مرج البحرینی یا تقیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، اینها رو بهش توجه بسیار کردند. حضرت علامه حسنزاده آمودی نسبت به این مطلب مطالب بسیار بسیار عجیب و عظیمی دارند و میتوانید که این رو از کتابهای ایشان بخوانید و خداوند انشاءالله وجود ایشان رو برای همه جهانیان انشاءالله سالم و سلامت بدارد. خب قصه همان است، میگوید حتی فرشتگان هم نبودن، میفهمم گذریان وجود هستن، کسی در وجود نبود، در بازار شهود ننشست، از غیب به شهادت نیامده. دو عالم داریم، یکی عالم غیب، دیگر عالم شهادت. این هیچ کدام از این فرشتگان، هیچ کدام از موجود از عالم غیب به عالم شهادت وارد نشده بودند. هنوز نه ولوله ملک بود. ولوله ملک خیلی کلمه زیبایی است. میدانید که ملائک بسیار بسیار فراوانند، همچنان که مثلا گفتند که جنیان 1000 برابر انسان ها هستند، یعنی برای هر انسان
هزاران جنی وجود دارد، در برابر هر جنی هم هزاران هزار ملک وجود دارد که اینها کارگزاران عوامر الهی هستند. تعدادشون بسیار بسیار فراوان است. از این جهت است که در همه جای جهان تمشیت امور الهی و تقدیرات الهی و قضا و قدر الهی به دست اینهاست و اینان فرشتگان کارگزاران عوامر خداوند هستند. از این جهت است که اینها بلبله میکنند، یک کاری را مثلا خدا دستور میدهد، اینها همه صف به صف میآیند و مردفین هم هستند. و در قرآن اگر بخوانید هست که اینها مردفین، من الملائکت مردفین، یعنی ردیف ردیف هستند. اینها برای خودشان نظام مندی بسیار عظیمی دارند، وقتی می آیند هزار هزار ردیف ردیف می آیند و شاید ده ها هزار با هم حرکت می کنند و برای تحقیق امور الهی با هم امتناع می کنند و امتثال امر مولا می کنند. هنوز نه بلبله ملک بود، نه مشعله فلک، نه شعله فلک بود، اصلا فلکی وجود نداشت، ملکی وجود نداشت. نه سمک در زیر زمین، نه سمک در زیر زمین جنبیده. خود ما فکر میکردن که این حرکت هایی که زمین دارد، این زمین همون هیئت بکلمیوسی هست که بر روی یک ماهی هست، سمک یعنی ماهی، بر روی یک ماهی هست که حرکت میکنند. من زلزله میاد، این ماهی در اونجا حرکت میکنند، زلزله به وجود میاد. این پندارهای پیشینیان بوده است. نه سماک بر افلاک درخشیده. سماک هم نام دو تا ستاره هست و اینها در برج چهاردهم قمر دیده میشوند، در قسمت قمر، در قسمت ماه، و دو ستاره نسبتا کم نور هستند که به سختی دیده میشوند. اگر انسان نشناسد اینها رو نمیتواند ببینه. به این میگن سمک. سماک یعنی خیلی، چون خیلی کوچک است گمان بردن که بسیار دور است که اینقدر کوچک دیده می شود. و سمک هم که همان ماه تا ماهی که عرض کردیم اینجا هم نداره، سمک تا سماک. و سوها هم گفتن از سمک تا به سوها، گفتن از سمک تا به سوها کشش لیلی بود. سمک تا سوها، سوها هم یک ستاره بسیار کوچک است در قسمت شمال که وقتی آنجا بسیار کم دور است، ولی چون دور برش ستاره دیگر به آن اندازه دیده نمی شود با چشم غیر مسلمان، همین رو هم می شود شناخت. و از سوها یعنی یک ستاره که بسیار دور است. سمک تا سوها یا سمک تا به سماک مثالش این است که از پایین‌ترین قسمتی که در زمین می شود متصور شد، یعنی قعر دریاها که پایین‌ترین قسمت است، تا اوج آسمان‌ها و افلاک و کیهان گردش. هنوز نقاشان قدر این صفه گچندود صف آسمان را پرده لاجوردی نکشیده بودند. لاجورد یعنی آبی، یعنی این آسمان را نقاشان هنوز نقاشی نکرده بودند. گچندود می‌گوید چون به هر حال گچهای آبی رو در آن زمان می ساختن و می زدن، اشاره می کنن. هنوز فراشان قضا فضای این چهار طاق عناصر در بیدای وجود نزده بودند. فراشان قضا، فراش دو معنی دارد، یکی آن که البته نصیب هم هستند، فراش معنای جارو زننده، جارو کننده هست و کسی که زمین را جارو میکنند، فراشی بهش میگفتند. و معمولا پس از جارو کردن رو اندازی فرشی چیزی میانداختند، به خاطر همین فراش گفتند. فراش یعنی کسی که فرشی بر زیر پا میاندازد و مردم بنشینن استراحت کنند، به همین خاطر فراش گفتند، یعنی کسی که بسیار فرش میکند زمین را. و خب لازمه اش گویا این بوده است که زمین را جارو بزند و از این جهت این الفاظ به کار رفته است. می فرماید فضای این چهار طاق عناصر، چهار طاق یعنی چهار طرف، شمال و جنوب و مشرق و مغرب، و عناصر اربعه، باد و آب و خاک و آتش، که اینها عناصر اربعه هستند و چهار طاق عناصر هستند، عنصرها
گمان می‌کردن که اصل همه عنصرها از این چهار تاست و بقیه عناصر از اینها مشتق شده است. در بیدای وجود، بیدا یعنی صحرای بی ته، صحرای بی انتها، نزده بودن که یعنی هنوز این جهان به وجود نیامده بود. این شکل شاعرانش رو اگه بخواییم عوض کنیم که نور وجود من که صبح شهود بود، یعنی نور وجود رسول از که صبح شهود بود. خب تا زمانی که پیامبر نیامده بود کسی شهود نداشت، کسی نمیتوانست شاهد آن مشهود مطلق باشد، کسی نمیتوانست خدای را ببیند، تنها بود، او بود و هیچ کس دیگری با او نبود. چون هیچ کس با او نبود کسی توان و یارای شهود او را نداشت. بعد چه کرد؟ کنتو کنزن مخفیگن فاحببت ان اورف فخلقت الخلق لکی اورف. من کنز مخفی بودم، خدا فرمود کنتو کنزن مخفیگن، من کنز مخفی بودم. فاحببت ان اورف، دوست داشتم و یک دفعه تعلق خاطر پیدا کردم و علاقه پیدا کردم، اراده کردم که شناخته شدم. من به این عظمت چرا شناخته شدم؟ فخلقت الخلق، پس آفریدم خلق را، لکی اعرف، برای که شناخته شدم. یعنی این خلق، وجود مقدس حضرت رسول، آینه ایست برای شهود حضرت حق متعال، آینه ایست برای دیدن خداوند. خداوند وقتی بود آینه ای نداشت که خود را در آن ببیند و آن جمال بسیار جمیل، جمال ازلی در پرده غیب و در مکمن غیب مستور بود. بنابراین آفرید، رسول را آفرید تا آینه وجود او باشد و دلالت وجود او را نسبت به جهان داشته باشد. صبح شهود به خاطر همین است، یعنی این شهود یک صبحی دارد، یک آغازی دارد. آغاز شهود با وجود ایشان بوده است. از مشرق انا ارسلناک لمعان نموده، انا ارسلناک، ما تو را فرو فرستادیم. لمعان یعنی تشعشع کرده و شعشعه های وجودی آن حضرت جهان رو گرفته است. به امر کن هست گشتم. این که خداوند فرمود کن فیکون، کن اولین کن رو باش، کان یکونو که امرش می شود کن و واو هست می شود دیگه، به خاطر التقاء ساکنه واو هست می شود و به جای واو یک ضمه بر روی کاف می آید، می شود کن، کان یکونو، یا برود می شود کن و واو هم برود و معلوم شد کن یعنی باش، به هستی درا. به امر کن هست گشتم و به شراب قل مست گشتم. خب اول فرمود کن، خداوند به من دستور داد باش، من به وجود آمدم. پیامبر اولین وجود، اولین موجود جهان به وجود آمد و سپس فرمود قل. با قل هم که بگو، خیلی ها ممکن است در وجود بیاید ولی قدرت قل و تکلیف قل به آنها نشود. قل یعنی بگو. به امر کن هست گشتم و به شراب قل مست گشتم. خیلی زیباست. تا نوبت نبوت من نوبتیان قضا، آنهایی که در قضای الهی در نوبت بودن، 134,000 پیامبر که همه در نوبت بودن که یک به یک بیایند، بر در سراپرده آدم نزده بودن. هنوز آدم مانده بود، در آب و گل بود سراپرده او و جایگاهی که برای او بوده است، هنوز درشو نزده بودن که ای آدم بیا بیرون تا اینکه میخواهیم تو اولین رسول باشی. میگه انا ارسلنا، که ما قبلا تو را فرستاد. رسالت او قبل از حضرت آدم بوده است که عرض کردن خدمت. بر در سراپرده آدم نزده بودن، هیچ فرشته ای را زهره آن، یعنی جرأت آن نبود که پایه تخت آدم را ببوسد، چون هنوز به آن مقام نرسید. مقصود ز عالم آدم آمد، مقصود ز آدم آن دم آمد. خب فرمود که
مقصود ز عالم آدم آمد. مقصود عالم چیست؟ آدم است. بارها عرض کردیم که آدم اینجا نه حضرت آدم است. آدم به معنای انسان کامل. مقصود جهان انسان کامل است. خداوند این جهان را آفرید تا انسان کامل بیاید. آدم انسان کامل، انسان جزء معنوی بشر و بشر جزء مادی انسان. مقصود ز عالم آدم آمد، مقصود ز آدم آن دم آمد، مقصود از خود آدم هم آن دم به وجود آمد. خود آدم مقصود بود برای اینکه مهیا شود برای امر رساله. درست است که حضرت پیامبر اولین بود، اما آخرین آمد. به قول نظامی گفت که آن کس که اولین بود آخرین آمد، و این یک پارادوکس زیبایی است. اولین نبی بود ولی آخرین نبی آمد، به خاطر اینکه بایستی راه او را گشاده می کردن. آن 124,000 نفر آن پیامبران هم آمدند تا راه باز شود برای سید انبیا، سید مرسلین. و اگر ایشان میخواست بیاید، آنها همه وزیران او بودند، پیشقراولان او بودند، همه آمدند تا نوبت به حضرت رسول برسد. و اگر آنان نمی آمدند، حضرت رسول نمی آمدند، با اینکه بالقوه و اساسا او بود که اولین نبی بود و اولین پیامبر و اولین رسول بود. راجع به رسول و نبی و اینها تفاوتشون هم شاید در آینده سخنی گفته بشود و سخن بگوییم. مقصود از آدم هم آن دم آمد. آن آدم برای چیست؟ آن دم، دمیدن، یعنی آن نفسی که لازم بود آن بود. و نفخت و فیه من روح، گفت که خداوند فرمود که من نفخت و فیه من روحی، من در آن دم را در او دمیدم. چرا آن دم مهم است؟ خب آن دم میبایست که در همه انسان ها جریان و سریان پیدا میکرد، از آن جهت بر او دمیده شد و بر همه وارد آمد. چون به عالم وجود آمدم، باز از زبان پیامبر میگوید، چون به عالم وجود آمدم، مستخبران روزگار به استفسار حال من آمدند. مستخبران، مستخبر یعنی کسی که خبر میگیرد، خبرخواه. استفسار هم کسی که تفسیر میخواهد و میخواهد از حالی مفصل خبردار شود. ای مسند تو برای افلاک، قدر تو به خاک توده خاشاک، طغرای جلال تو لامرک، منشور ولایت تو لولاک، نه حقه و هفت مهره پیشت، دست تو و دامن تو زن پاک، نقش صفحات رایت تو لولاک لما خلقت الافلاک. این از شعرهای بسیار زیبایی است و برخی این رو جزو بهترین قصیده ها و بهترین ترکیب بند ها در مورد حضرت رسول می دانند. و می فرماید ای مسند تو برای افلاک، ای که مسند این تکیگاه. انسان که جایی می رود، پادشاهی از عبدالرزاق، از مولانا عبدالرزاق است، محمد ابن عبدالرزاق، که خیلی انسان بزرگی بوده است و این شعر را در همین تبریز ما سروده است، در اصفهان ساکن بوده است، ولی اینجا آمده با خاقانی، با انوری و با دیگران معاصر بوده است. حدود 50-60 سال قبل از مولانا زندگی میکرده است. و جالب است که مولانا شعرهای او را به از حفظ دارد که در مجالس آنها رو بیان می کند. انسان بسیار بزرگی است این عبدالرزاق و کمال الدین عبدالرزاق. از این جهت لقبش هم کمال الدین است. از آن جهت است که گویا
در همین مقبرت الشعرا هم مانند خاقانی، مانند انوری، مانند مجیر بیلقانی اینها دفن شده است در همینجا و خیلی انسان بزرگ بوده است. حدود 20,000 بیت شعر دارد و همه شعرهایش بسیار زیبا و قابل توجه است. انصافا میتوان گفت که این شعری که ایشان گفته است، یک شعری هم نظامی دارد در مورد پیامبر که این دو واقعا گوی صدقت رو در مدح حضرت رسول واقعا برده اند از دیگران و چون این شعرهایی رو معمولا کمتر گفتن. در حقیقت مداح قبیل سلجوقیان بوده، سلطنت سلجوقیان بوده و انسان بسیار دانشمند و عارف و صوفی مسلکی بوده است. ای مسند تو برای اخلاق، مسند جاییست که انسان تکیه می کند. انسان معمولی تکیه می کند به چیزی که پشتش هست، مثلا به متکای چیزی تکیه می کند، به بالشی تکیه می کند. ای مسند تو برای اخلاق، تو که می خواهی تکیه کنی ورای اخلاق تکیه می کنی. این اخلاق هم آنقدر ارزش و قدر و منزلت ندارن که تو بر آنها تکیه کنی. قدر تو با خاک توده، خاشاک، قدر تو آنقدر فراوان است که خاک توده و خاشاک، خاکهای عظیم و خاشاک، این یک دانه خاک با این همه عظمت خیلی با همدیگر متفاوتند. طغرای جلال تو لعمرک، منشور ولایت تو لولاک. طغرا کلمه ترکی است، در حقیقت خطی بوده است که بالای فرمانهای پادشاهان ترک می نوشتن، خصوصا پادشاهان سلجوقی و ایلخانان و ایلخانان مغول و دیگران که وقتی که می نوشتن به شکل دایره می نوشتن، تقریبا بین سلس و رقا گفتند یا بین نستعلیق و یک آلتهای دیگری که می نوشتن و گرد می نوشتن و کلمات رو می کشیدن. به این میگن طغرا، یک نوع به قول امروزی ها نقاشی خط بوده است. می نوشتن بر روی آن فرمان هایی که پادشاهان برای اقصان نقاط کشوری فرستادن، معمولا خاقان ها اینها رو می نوشتن و در آنجا آن چیزهایی که مربوط به فضائل آن پادشاه بود، الخاقان ابن خاقان، از سلطان ابن سلطان، اینهایی که می نوشتن اونها رو به شکل طغرا می نوشتن و اینها هر چقدر طغرایشان بیشتر بود مقامات بیشتری رو به آنها نسبت می دادن. طغرای جلال تو لعمرک، میگه خداوند این طغرای تو را نوشته است. طغرای تو چیز لعمرک، لعمرک به جان تو. در قرآن هست که لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان تو ای رسول که آنان در مستی خودشان غرق شده اند. و جای دیگر هم همین رو دارد و میفرماید که لعمرک یعنی قسم به جان تو که چنین میکردن. خداوند معمولا قسم نمیخورد، آدم معمولا به جان عزیزترینش قسم میخورد. میگوید طغرای اصلی تو این است که خدا به جان تو قسم خورده است. میگوید قسم به جان پیغمبرم چنین میکنم، چنان میکنم و دیگران رو در حقیقت در محصورات گفتار قرار داده است. طغرای جلال، جلال عظمت تو لعمرک، منشور ولایت تو لولاک. منشور یعنی خط فرمان و فرمان پادشاهی رو منشور می، منشور ولایت تو لولاک. لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، لو اگر، لا نه، کر تو، لولاک یعنی اگر تو نبودی، لولاک، لو اگر، لا نه، که هم یعنی تو، لولاک یعنی اگر تو نبودی، لولاک لولاک. بعضی ها به تکرار گفتن، بعضی ها یک گفتن. لا البته ما خلقتو، ما خلقتو یعنی نمی آفردم، خلق نمی کردم الافلاک،
اخلاقش را خلق میکردن. ای رسول اگر تو نبودی، جز مشهورترین روایت ها و احادیث قدسی است که عرفا نقل کردن، ای رسول اگر تو نبودی من فلک ها را خلق نمیکردم. یعنی منبع وجود منبع آفرینش پیامبر. اگر پیامبر نبود خداوند هیچ آفریده رو نمی آفرید، چون هیچ آفریده ای رو شایسته آفرینش، شایسته لقب آفریدن نمی دانست. آن هم مجرور ولایت بود. تو ولی هستی بر همه، چرا که اگر تو نبودی خداوند اصلا هیچ کس را نمی، جهان رو نمی آفرید به طور بود. یعنی جهان در آفرینشش وامدار حضرت مصطفی است. نه حقه و هفت مهره پیشت، دست تو و دامن تو زانپا. نه حقه، همون نه فلک رو گفته. حقه چیزی که معمولا درونش گرد بوده است. هفت مهره هم مهره، هر چیزی گرد را مهره میگوین و معانی متعددی دارد. هفت مهره یعنی آن زمان از سیارات فقط هفت تاشو میشناختند. ماه بود، ماه را هم جز اینها حساب کردند. مشتری بود و زهره بود و مریخ بود و زمین بود و آفتاب. اینها جمعا هفت تا از این مجموعه کلی منظومه شمسی را می دانستن و دیده بودن و به اینها کیوان معنی دادن. اینها رو مجموعا به این توجه داشتن. زهر هم بوده است. نه قطب و هفت مهره پیشت، دست تو و دامن تو زانپاک. همه افلاک، نه فلک که قبلا سخن گفتیم راجع بهش که فلک اول است، فلک دوم، فلک اطلس است، فلک الافلاک است و افلاک متعددی هست. اینها آن نه فلک و هفت سیاره یا هفت ستاره یا هفت منظومه، هفت مهره ای که هست پیش تو هیچ هست. ببینید گفته هفت مهره. مهره معمولا چیزی بود که بچه ها در دستشون بازی میکردن. اکنون هم مهره بازی چی؟ خیلی زیبا این رو بیان میکند این شاعر واقع. حقه، این افلاک بین عظمت رو میگه حقه. حقه یعنی چیزی که درونش خالیست، یه چیزی سفالین که درونش خالی باشد بهش میگن حقه. خب این حقه و این هم مهره. ببینید چقدر اخلاق رو آورده پایین. آن اخلاق به آن عظمت آورده، حقهش کرده و این اجرام هفتگانه به این عظمت رو آورده مهره کرده. و ما مهره در دست تو همینه، یعنی تو ما هیچ هستیم در دست تو. این مهره ها چیزی نیستن، برای خود خاصیتی و خصوصیتی ندارن. میفرماید اینجا کمال الدین عبدالرزاق می‌فرماید که این همه این کهکشان مانند یک حقه هست، چند تا حقه هست، چند تا مهره هست که بچه ها باش بازی میکنند. یعنی اینها بازیچه تو هست، اینها برای تو هیچ ارزشی ندارد. کل زمین، کل جهان، کل آنچه که دارند، اینها در برابر عظمت تو هیچ هم بازیچه کودکانند. دست تو و دامن تو زنگاب. معمولاً آخه بچه ها مهره ها رو میذاشتن تو دامنشون که گم نشه. میگه دست تو و دامن تو زان پاک، نقش صفحات رایت تو لولا کلم آخرخت و لفلا. خیلی زیباست. نقش صفحات رایت همان رعیت بوده است. رعیت از رعا میاد. رعا یعنی دید، رعیت یعنی دیدن. علم های خاص که این بزرگتر از لوا بوده است، این رایت بزرگتر از لوا بوده است که از دور دیده شود و معمولا هم حالات پادشاهان رو در آن می نوشتن. رایت ها می نوشتن که این علامت خاص پادشاهان و حروف خاص پادشاهان و اسامی آنها رو می نوشتن تا همه ببینن. رایت یعنی موجب رعایت، می بیند، موجب دیدن باشد. ولی عرب این همزه رو حذف کرده، این رو الف گفته است. به خاطر همین رعایت میخوانیم، رعایت نمیخوانیم. نقش صفحات رعایت تو لولا کن لما خلق تو لما. این صفحه های رعایت تو، پرچم تو و علم تو، صفحاتش این است که لولا کن لما خلق تو لما. این دیگه بالاترین فخریست که کسی میتواند داشته باشد. که محمدا تا
توی عادل، توی در شهر شریعت، تو عادل هستی و تو در شهر خود شریعت هستی و در شهر شریعتی. گفتم چه جای این است؟ من چرا این حرفا رو میزنم در اینجا؟ این چرا من این سخن رو در این مجلس بیان میکنم؟ که همه پیغامبران منشور عمل توکیل در من یافته اند. همه پیغامبران منشور یعنی دستور عمل رو از من گرفتن، توکیل کردن. توکیل یعنی چه؟ یعنی پیامبر این است، پیامبر حضرت رسول. باز اعتقادی که عرفا دارن همین است. دیگران همه آن 124,000 نفر رو نبی میدانن، عرفا ولی میگن نه، اصل نبی، اصل نبوت از آن حضرت مصطفی صلوات الله علیه است و بقیه از او وکالت دارند. بقیه به وکالت از او آمدند، عیسی و موسی به وکالت از او آمدند. مؤید این سخن هم احادیث نبوی است که فراوان است که فرمود که من به برادرم عیسی آموختم، من به برادرم موسی آموختم، من با برادرم ابراهیم چنین بودیم و چنان بودیم، من با برادرم نوح چنین بودیم. یعنی الفاظی که حضرت در مورد سایر انبیا به کار برده با لفظ برادر است، اخی نوح، اخی آدم، اخی شیس، اینها خیلی قابل توجه است و قابل دقت است. که عمل توکیل، توکیل یعنی چه؟ یعنی یک کسی دیگری را وکیل کند در امری، یک موکل است، یک وکیل است. و اینجا پیامبر موکل است، وکیل انتخاب میکند. وکیلان کیا هستن؟ 124,000 پیامبر غیر از خود رسول. و عمل چیز؟ عمل توکیل است، عمل وکالت دادن است، به یک چیز دیگر وکالت میدن. دم آدم، نفس آدم، فتح نوح، حضرت نوح که فتح کرد آن زمان عالم به فرمان او بود. درس ادریس، ادریس از آن جهت ادریس گفتن که زیاد درس می گفته است، هر جا که می نشسته برها شاگردانی رو دور خودش جمع می کرده و از آن جهت ادریس گفتن، درس از درس می آید. حالا جالبه که مندرس رو هم، مندرس یعنی چیزی که کهنه شود و درس هم انسان رو کهنه می کند، انسان رو به هر حال مندرس می کند، هم درس دادن هم درس گرفتن. ولی خب اینجا جزء شؤون حضرت ادریس گفتن که درس بوده است. مؤانست موسی، موسی که با خدا مونس بود. حدیث شیس، حضرت شیس هم دومین پیامبر است و بعد از حضرت آدم نوبت به حضرت شیس رسید و سالیان سال نبی بوده است. تبجیل اسماعیل، تبجیل یعنی بزرگ داشتن، حضرت اسماعیل رو بزرگ داشتن. و خلت خلیل و دوستی خلیل، این کلمات با هم دیگر ارتباط دارد. خلیل یعنی کسی که مورد خلت خدا، خلت یعنی دوستی، دوستی و محبت بسیار شدید رو خلیلی میگویند. البته حبیبی از آن بسیار برتر است، محبوبی و معشوقی از آن برتر است. همه با من است. فرمود که آدم دم داشت، من دم دارم. نوح فتح داشت، من فتح الفتوح دارم. ادریس درس داشت، من دروس دارم، درسهای فراوان دارم. مؤانست موسی و حدیث دارم، تبجیل دارم، خلقت خلیل، همه با من هست. کشتی وجود مرد دانا عجب است، افتاده به چاه مرد بینا عجب است. اگر مرد بینا به چاه بیفتد عجیب است. و مرد دانا هم مانند کشتی است که انسانها رو هدایت می کند و کسی که در آن کشتی سوار شد آن وقت او نجات پیدا می کند به واسطه علم. کشتی که به دریا بود آن نیست عجب، کشتی که در دریا هست، همه کشتی ها همان در دریا هستن، عجیب نیست. در یک کشتی هزار دریا عجب هست. یک کشتی باشد هزار
دریا درون کشتی باشه. این عجیب است. یعنی چه هزار دریا؟ یعنی کشتی اشاره به همان حدیث سفینه هست. مثلا اهل بیتی که سفینه نوح هم. پیغمبر فرمود مثل اهل بیت من که سفینه نوح هم. مانند سفینه عدد نوح هست. مانند کشتی عدد نوح هست. من رکبه نجا. هر کس سواد کشتی اهل بیت من شد نجات پیدا کرد. و من تخلف عنها غرق. و هر کس از آن تخلف کرد و سوار کشتی هدایت اهل بیت سنت تارد نشد غرق غرق شد. خب میگه خیلی جالب است که خود انبیا هم سوار کشتی اهل بیت شدن. و آن قصه که حتما میدانید در موزه مسکو پیدا کردن حدود 60 سال قبل یک علامتی پیدا کردن دانشمندان روسی در ترکیه در جایی که احتمال شدید میدهند که طوفان نوح در آنجا در آن منطقه اتفاق افتاده باشه و کشتی نوح در کوهی که جودی هست و مسترد علی جودی قرآن میگه در وقتی طوفان فرو کش کرد در آن کشتی نشست و اکنون آثارش را پیدا کردند. یکی که پیدا کردند به زبان عبری یک علامت پنج تن هست که الان گویا در موزه مسکو هست که یک علامت پنج تن هست و در آنجا نام های عبری پنج تن آل عبا نوشته شده است و خیلی در آن زمان خیلی سر و صدا کرد و کتاب ها نوشته شد چون آن زمان کمونیسم حاکم بود بر روسیه و معنویت رو به طور کلی سعی می‌کردن در کرملین در کاخ کرملین معمولاً می‌خواست انکار کنن. خیلی خبر نشد ولی دانشمندان امریکایی و با همکاری روس‌ها و دانشمندان اروپایی رو پیدا کردن که حضرت نوح در هنگام طوفان تمسک کرده به این پنج تن آل عبا پیامبر و در حقیقت فاقلیت هست نامش در ایلیا هست به معنای علی و فاطیما به معنای حضرت فاطمه و شبر و شبیر یا شبر و شبیر شبر همان امام حسن است و شبیر هم همان امام حسین است در زبان عبرانی در زبان عبری که این رو آوردند و کتاب ها چاپ شد و در آن زمان هم من در ایام نوجوانی این کتاب را دیده بودم. خب همین است. میگوید که این چگونه کشتی است که هزار دریا درون کشتی تو هست. هزاران 124,000 پیامبر داخل کشتی تو شده هم تا اینکه نجات پیدا کنند. اگر آنها هم حتی ابراهیم و موسی و عیسی هم وارد کشتی اهل بیت نشده بودند آنها هم بر طبق آن اصول غرق شده بودند. محمدا به چه کار آمده ای؟ خب سوال بعد به چه کار آمده ای؟ آمده ام تا رندان محلت کفر را ادب کنم. در محله کفر رندانی آمدن مردم را اذیت میکنن آمده ام آنها را ادب کنم. مستان خرابات شرک را حد زنم. روزی مهتر عالم و سرور بنی آدم نشسته بود. مهتر حضرت رسول رو میگه روزی مهتر عالم و سرور بنی آدم نشسته بود و صحابه در پیش او حلقه زده. صحابه می آمدن می نشستند که آنقدر نشستند که بگم آیه آمد که ای صاحب چرا نشسته اید؟ باشید برید شاید پیغمبر کاری دارد چرا هی دورش نشسته اید؟ نه هم می آمدن دور پیغمبر می نشستند و پیغمبر اینها رو نگاه میکرد تا اینکه یک سخنی از دهان مبارکش بیرون بیاید همه اینها یا این را بنویسن یا حفظ کنن. این هم مثل آن گفت دیگه در مجلس اول مانند آن مرغکان کوچکی که بچه مرغانی که
آماده هم تا مادرشان آن غذا رو در دهانشان بگذارند، گردنها دراز میکردند تا اینکه ببینند رسول چه میگوید. آیه آمد وقتی که اول همینطور سرش رو میدادن پایین میامدن بدون اجازه پیش پیغمبر مینشستن. گفت حتی تستن سو اول اجازه بگیرید معانست بکنید که اجازه میدهد نزده او بشینید یا نه، ولی خب حالا همینجور میامدن مینشستن. بعد همینجور فیضا تهمتون فنتش رو میامدن، پیغمبر هم خودش غذا نداشت برای چیزی داشت میامد، خودش که نمیتونست بخوره بقیه نگاه کنند، همه چه با همه میخوردن، خودش معمولاً غذا نمیخورد، خودش خود رسول گرسنه نمیموند. بعدش هم نمیرفتن و از تهمتون فنتش رو آیه آمد که وقتی غذا میخوردید خب باشید منتجب باشید برید سر پیه کارتون، پیغمبر کار داره، پیغمبر هزار تا مثلا بحث داره بنا داره، ولی خب اینها آنقدر عاشق بودن که معمل این رو تحجیب نمی کرد. و یه کار بعدی هم که داشتن از دور صدا می کردن مثلا یا محمد مثلا گفت اینجوری صدا نکنید، کم کم ادب یاد داد به اعراب که اینجوری صدا نکنید پیغمبر رو، چرا پستای بلند می گویید، آرام بیایید و من براب حجاب نگویید و خیلی سخنان دیگر که حالا اینجا فرصت نداریم. صحابه در پیش او حلقه زده، آن صدیقان صادق، آن خموشان ناطق، خاموش بودن ولی خیلی دوست داشتن که بگن، راز را با حضرت بی نیاز فرستاده بودن، هی میگفتن خاموش بودن ولی ناطق بودن، خدایا کاری کن این حضرت مصطفی یه چیزی به ما بگوید، خدایا کاری بکن این چیزی به ما بگوید، هی دعا میکردن تا آن انقای عالم غیب به آواز قل آید. او که گفت قل، اینها خیلی خوشحال شدن وقتی این آیات آمد، خیلی خوشحال شدن که به به الحمدلله که او وادار شد، خدا دستور داد که بگوید، وگرنه پیغمبر مانند همه بزرگان، همه بزرگان دوست ندارن که سخن بگوین مگر اینکه اجباری باشد. اگر حسام الدین نبود ما مثنوی رو نداشتیم، اگر یاران و صحابه او نبودن هرگز ما دیوان شمس رو نداشتیم، اگر این کسان در مجلس مولانا گردی می آمدن مجلس صحبه نداشتیم، فیه مافی نداشتیم. اینها به هر حال می کشیدند آن کشش رو ایجاب میکردن تا اینکه مولانا سخنان غیبی و سری را با آنها در میان بگذارد. و آن هزار دستان دوستان معرفت به شاخ گل آید و نوای عاشقانه به سر آید. هزار دستان یعنی آن که دستان آواز دیگه، هزار دستان یعنی هزار آواز، بلبل رو میگن هزار دستان. و آن هزار دستان دوستان معرفت به شاخ گل آید، چون بلبل تا شاخ گل نباشد که نمیتواند بگه، ذوق گفتن ندارد و نوای عاشقانه به سرایت و مراد دین و دنیا برآیند. اینها میامدن مینشستن، در دلشان ناطق به این بود، ظاهر سکوت بود، دلشان ناطق به این بود که خدایا کاری کن حضرت سخن بگوید. مهتر عالم سر درج درج اسرار بگشاد. درج یعنی آن صندوقچه‌ای که معمولاً زنان دارن، خانم‌ها دارن در خانه‌ها که یا تبله بهش میگن، چیزهای گرانبهاشون و جواهرات و طلاهاشون رو در آن قرار میدهند، آن به آن میگن درج. درج در اسرار، اسرار مانند درجی بودن که در آن جعبه و در آن جا وجود داشت. بکشاد و این لفظ بر نطع بازرگانان جانباز جانان طلب معنی نها، جانان طلب معنی نها. و این لفظ رو نطع، نطع یه چرمی هست که ازش استفاده میکردن معمولا این کسانی که میخواستن چیزی بفروشن یا چیزهای جالبی داشتن، یک چرم رو، چرمی که در باغ شده بود رو مینداختن و روش چیزهاشون رو میچیدن که چیزهای زیباشون رو مثلا صنایع دستی رو میچیدن که اون رو به فروش برسانن. میفرماید که مانند بازرگانان جانباز که جانان طلب است،
و حضرت جانم رو میخواهد، خدا را میخواهد، این آمد و این درها را چید در نطع نت تا اینکه این صحابه او ببینن این درها رو و میخواهد بفروشد این سخنان گوهربار رو. و چون این فرمود که من خرج من ذل المعاصی الى عز التقوا، من هر کس خرج خارج شد من ذل المعاصی، از ذلت، از ننگینی معاصی، معصیت ها، الى عز التقوا، به عزت تقوا، هر کس خارج شد از ذلت گناهان به عزت تقوا. خب این خیلی مسئله مهمیه. اولا خروج است، یعنی ورودی بوده است، کسی که در ذل معاصی است. معاصی از معصیت میاد، معصیت یعنی نافرمانی. ما در مراتب گناه فرمان داریم، مثلا یک ذنب است، مثلا ذنب یعنی گناه، ولی پایین ترین مرتبه گناه است. ذنب از ذنب میاد، ذنب به معنای دم است، همچنان که دم حیوان همراه با او هست و از او جدا نمی شود، عرب گناه را هم ذنب نامید، یعنی اینکه گناه به پشت انسان می چسبد و از او جدا نمی شود. انسان که گناهی کرد تا آخر عمرش با او هست، به همین خاطر ذنب را از ذنب گرفتم. برای نای گناه، گناهان خیلی ساده، گناهان جسمی، گناهان بشری و انسانی رو ذنب می گوین. در برابر آن معصیت است که بالاترین گناهان است و اسم هم داریم، اسم با سا، با سای مثلث، به مفهوم این است که بالاتر از ذنب است ولی پایینتر از عصیان است. عصیان یعنی سرپیچی، نافرمانی، که بسیار امر بدی است، امر زشتی است. خب فرمود که از ذلت معصیت، گناه انسان رو به ذلت میکشاند اگرچه انسان خود نداند، و تقوا انسان رو عزیز میکند اگرچه خود توجه نداشته باشد. هر که قدم از ذل معصیت بی تهمت ریا و غفلت، نه ریا بکند و نه غفلت داشته باشد، به صحرای پرهیزگاری و ترسکاری نهد، به صحرای تقوا بنهد و کیمیای تقوا را به دست طلب معنی بر مس نفس سحاره قداره مکاره اماره افکند و به قدم مجاهده سوی انوار مشاهده رود، اغناه الله بلا ما. خب اگر کسی از قدم از ذلت گناه به سوی صحرای پرهیزگاری بیند، گناه تنگنا دارد برای انسان، ولی پرهیزگاری خیلی گشاده است، از آن زندان گناه به صحرای بیکران تقوا قدم نهد و کیمیای تقوا، تقوای کیمیاست، به مس بزنی طلا می شود، به گناه بزنی آن تبدیل به ثواب می شود. بر مس نفس، نفس رو تشبیه به مس کرده است که تقوا میتواند مس رو تبدیل به طلا کند. بر مس نفس سحاره، بسیار سحر کننده، قداره، بسیار حیله کننده، مکاره، بسیار مکر کننده، اماره، بسیار امر کننده، ان النفس لامارتون بسو، افکند و به قدم مجاهده، باز قدم بزند، مجاهده جهاد کند، تلاش کند، سوی انوار مشاهده برد، با قدم‌های مجاهده به سوی نورهای مشاهده برود. اغنا الله بدان، اغنا غنی می‌کند هو او را، الله خدا، به همان به لا مال، بلا مال یعنی بدون مال، یعنی او را بی‌نیاز می‌کند، غنی می‌کند بدون مال. کمال فضل الهیت به محض لطف ربوبیت، این بنده را بی مال توانگر گرداند، یعنی غنی می کند او را، بی نیاز می کند ولی بدون مال. چگونه؟ با تقوا. بس که شنیدی صفت روم و چین، خیز و بیا ملک صنایی ببین. صنایی هم که کسی است که مولانا بیشترین تأثیرات رو از او جا
گرفته است و سنایی غزنوی حکیم بزرگ که حکیم غزنه که انسان بسیار بزرگی بوده است و اول کسی است که شعر عرفانی رو به شکل کنونی در آورد و اصطلاحات خاص عرفانی رو ایشان در دیوانش در حدیقت و حقیقه و سایر موارد بیان کرده است. حتما اگر حدیقت و حقیقه حضرت سنایی رو دیدید و اگر ندیدید حتما ببینید و حتما مطالبه فرمایید، فوق‌العاده است. بس که شنیدی صفت روم و چین، یه صفت روم و چین را شنیدی، خیز و بیا مال که سنایی ببینی. بیا ببین سنایی خودش رو میگه سنایی چگونه است. تا و همه دل بینی بی حرص و بخت. اینجا دل هست و حرص و بخت وجود نداره. تا همه جان بینی بی کبر و کین. همه روح هست بدون کبر و کینه. پای نه و عرش به زیر قدم. یک پا به نهی عرشت عرش الهی زیر قدم تو خواهد. دست نه و ملک به زیر نگین. یک دستی بیاور و تمامی ملک و پادشاهی و فرمان روایی زیر نگین تو باشد. نگین سلیمانی که اگر آن نگین دست هر کسی بود تمامی ملک از آن او بود. گاه ولی گوید هست بود چنان، گاه عدو گوید هست بود چنین. گاه ولی دوست سرپرست میگوید او چنان است، گاهی هم دشمن میگوید او چنین است. او ز همه فارغ و آزاد و خوش، چون گل و چون سوسن و چون یاسمن. خیلی زیبا میگه، یه عده تعریفش میکنن، یک عده او را بد میدانن. خوشا به حال کسی که از این تعریف و تمجید مردم رها کند. نه تعریف این مردم او را خوشحال کنند و نه تقبیح انسان ها. این مردم کسی هستند کسی را میبرند تا اوج، چون عوامند نمیفهمند، میبرند تا اوج. وقتی در اوج بود آنجا سرازیرش میکنند به سمت پایین. یا این آدم خیلی آدم خیلی 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 خوبی است، یا آدم خیلی 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 بدی است و میان این دو خیلی چیزی ما بین این وجود نداره. و همچنین است اتفاقا کسانی که کسی رو خیلی بالا میبرن آخرش مطمئن باشن که او را خواهند کوبید بزنن. مطمئن باشین هر کس که از شما زیاد تعریف میکنه بدانید که یک روز شما را این کار خواهد کرد، اصلا هیچ شکی نداشته باشید، هرگز شک نکنید. کار دنیایی، قصه دنیایی، هر کس که آمد هی از شما تعریف کرد شما چنین هستید و چنان هستید، بدانید که روزی همین شخص اولین خنجر را بر پشت شما فرو خواهد کرد. مطمئن باشید، هیچ شک هم ندارید. ولی خب حالا چه کنیم؟ یه کسی میاد ما را تعریف کنه بگیم نه دروغ میگی، نه لازم هم نیست، بگید بله بله خیلی خوبه، بله خیلی ممنونم. چی میخواید بگید؟ همین آدم که الان این همه اظهار علاقه به شما میکنه بعد از چند سالی اولین کسی خواهد بود که پشت سر شما تهمت خواهد زد، افترا خواهد گفت، هزار تا سخن بد خواهد گفت. این قصه عوام مردم، این کار مردم. پس به مدح مردم هیچ وقت ننازیم، اصلا نظر مردم براتون مهم نباشه. خیلی سخته ولی باید این کار رو بکنی. این واقعا درس اخلاق بزرگیه. من کسی نیستم که به کسی درس بدم، ولی خب چون خودم معمولا سعی میکنم این رو رعایت کنم. هزار نفر آدم بیاید مدح کنند، اگر در انسان تأثیری گذاشت معلوم است که هنوز کودک است، هنوز به جایی نرسیده است. هزار نفر بیاید قطع کنند، بیاید بگوید این آدم بدترین آدم روی زمین است، بازم نباید فرق بکنند، شما که میدانید کیست. در مورد عرفا خیلی اتفاق افتاد، در مورد حضرت ایوب اتفاق افتاد، در مورد حضرت نوح اتفاق افتاد، همه اینها تکسی کردن، در مورد همه پیامبران اتفاق افتاد، همه گفتن اینها دروغ میگوین. اینها اصلا به قول من ککشان هم نگزید، اصلا مهم نبود براشون نظر دیگران، هر چی میخواهد مردم بگوین. این نظرشون اصلا ارزشی ندارد که انسان به خاطر اون. حال بدبخت کسی است که به خاطر نظر یک
انسان ناقص مثل خود بنشیند و ناراحت شد که او به من چنین گفت. این حالت های بچگانه چیه؟ فلانی به من اینو گفت، یا عصبانی بشود از گفتنش. انسان باید بزرگ شود، انسان باید از اون حالت کودکی بیاید بیرون. هزار نفر بیاین به من بد بگویم، بگویم دستشان درد نکنه، چه اشکاله؟ چه فرقی میکنن؟ چه فرقی به حال من میکنن؟ از این مدح و قدح مردم خلاص بشید. بگذار همه بگویم فلانی بد است، چه اتفاقی میفته؟ یک لبخند در برابر گشنام هایم ها یک لبخند کافی است. یعنی مردم چنینند، مردم این چنینند. شما در طول تاریخ ببینید همش چنین کردن. پس قدر مشهور، پس با زنده باد و مرده باد مردم تکان نخور. کاری که فکر میکنید درست است انجام بده. این مردم معمولا حسودند. اول تعریف میکنم بعد میگم نه این خیلی تعریف کردیم، حالا یک کمی هم مثلا حسودیشو میگیره، یک کمی هم مثلا این رو خیلی دیگه خودشو بالا گرفته، بیا مثلا حسابشو برسیم. مثلا کار این مردم نادان است که این کار رو انجام میدهن، و نادان تر از آن مردم نادان کسی است که به این نادانی اینها توجه کند، وقعی بگذارد، ارزش برای سخنان دیگران قابل باشه. حضرت علی فرمود، خیلی زیباست، خداوندا به خدا قسم اگر تمام عالم دشمن شوند و با شمشیر به سوی من حرکت کنند که من از تو دست بردارم، من دست بر نخواهم داشت. همه جهان بیایند با من دوست شوند که من از تو دست بردارم، بازم دست بر نخواهم. مهم نیست اصلا. گاه ولی یه آدم خوب میگوید هست تو چنان، با عدو دشمن هم میگه هست تو چنین، اوز همه فارغ و آزاد و خوش. نه سخن دوست در او اثر میگذارد، نه سخن دشمن. وارسته است، رها شده است، از منیت رها شده است. اوز همه فارغ و آزاد و خوش، چون گل و چون سوسن و چون یاسمن. دیگه مثل گل هست، خارهای دیگران بر او اثری ندارد. تقوا پیرایه او گردد، پرهیزگاری سرمایه او باشد. آمنان توانگری به کثرت مال دانند. افراد توانگر رو، ثروتمند رو کسی میدانند که پول زیاد داشته باشد. مرغی که خبر ندارد از آب زلال، منقار در آب شور دارد همسال. این هم گویا از جناب سنایی است. میگه مرغی که از آب زلال خبر ندارد، هی از آب شور میخورد، بیچاره نمیداند که چه خبر است. مولانا هم همین را میگوید. مولانا هم میگوید که انسانی که سخن ملائک را نشنود، سخن مردم عوام و مردم نادان برایش مهم میشود، ولی کسی که سخن فرشتگان را میشنود نیازی ندارد ببیند که فلان کس در مورد او چه میگوید. و میگوید که سعی کنید به این راضی نشوید. قصه آن شخص که به خلیفه آب میبرد، شنیده اید همه. یک روز یک اعرابی، یک عرب صحراگر تو بیابانگرد از جایی رد میشد. باران باریده بود، رد یک جایی که معمولا آب شور کثیف رو میخوردن، نمیدانستن آب دیگر رو نچشیده. دید که یک آب از خیلی گوار است، واقعا دیگر در عمرش گواراتر از این آبی ندیده بود. این رو در مثنوی حتی مطالبه فرمایید، بسیار بسیار زیباست. بعد یک مشک از آن پر می کند، می آید سراغ همسرش، می گوید می خواهم این رو ببرم به نزد خلیفه. خلیفه بیچاره تا حالا چون آبی نخورده است، گویا در زمان هارون الرشید بوده است. بعد پر می کند، زن بازم مکالماتی دارد، خیلی زیبا هست، فرصت نیستم را بگم، مکالمات دارد. نهایتاً این می برد دو سه روز راه می رود، این آب هم در مشک مانده بود، گرفته بود، بدتر شده. می برد نزد شاه. به شاه که می رسد می گوید برای شما آب آوردن.
این زلال‌ترین آبیست که من تا حالا دیدم. خب ایشان رو گفت که دست شما در نکنه، یه مقدار هم بهش طلا و نقره و اینها تا فقط به یاران سپر که این را خودتان ببرید از جایی بر که این دجله را نبیند، اگر دجله را ببیند با آن عظمتش او خجل می شود از آبی که آورده، از خجل می شود. مولانا می گوید که خداوند هم چنین است، خداوند هم می آید و عبادات ناقص ما که ما خیلی خوش میکنیم، خیلی زیباست نماز شب های ما رو، چله های نماز شب ما رو جمع میکنن، جمع میکنیم میبریم در محضر خداوند. خدا میگوید این رو از کنار دین، از جایی ببرید که این بندگان مخلص قرار نبینن، که اینها چگونه شب را تا سحر شب زنده داری میکنن، اینها چگونه مناجات میکنن، چگونه اینها فرش زیر پایشان را خیس میکنن از آب چشمشان، اینها نبینن، اینها فکر کنن که بهترین عبادتی که هست نزد اینان است، بهشون پاداش هم بدهید، هیچ ایرادی ندارن. ولی اینها راه به آنجا نبرن، راه به قدیسین من، به آن مقدسین من، راه به سوی آنانی که شبهایشان تا صبح جولانگاه عشق و عرفان است، آنها رو نبینن، فکر کنن که خب همین نماز ما، روزه ما، اینها همش حتما خیلی مناسب است و جالب است. اما غلط کرده اند که می فرماید مهتر عالم الغنا غنا القلب لا غنا المال. فکر کردن که خدا اینها پول می رسانن. نه، پول نمی رسانن. الغنا غنا القلب. انسان باید قلبش غنی باشد، انسان باید طبعش غنی باشد، وگرنه طبعش فقیر باشد، طبعش مسکین باشد، هر چقدر هم داشته باشد باز هم میخواهد که به آن بیفزاید. لا غنا المال، غنا بی‌نیازی، بی‌نیازی مال نیست، بی‌نیازی قلب است، توانگری، توانگری دل است، نه توانگری مال. درمی چند و دیناری چند از مکان کان فانی. کان آن جایی است که از آنجا این طلا و جواهرات میاد، معدن ها، از مکان کان فانی به صنع سانه، به ساختن سازنده و ابداع مبدع و پدید آورنده گلگونه حمرت بر صفحات او کشیده. گلگونه یعنی سرخا، حمرت هم یعنی سرخی، سرخا به سرخی بر صفحات او کشیده. سرخایی که معمولاً با آنان بر روی میمالن، این صفحه ها رو سرخ کرده، مثلا خیلی گرانبها شده است. رنگی به هنگی به بیداده، رنگ یعنی هنگ یعنی به قای ایستادگی، عظمت بزرگی. زرابان رعنا، زرابان یعنی آنهایی که سکه زرب میکنن، رعنا یعنی بسیار از رعونت میاد، رعونت یعنی تکبر. رعنا یعنی آن زیبایی که آنقدر زیباست که دیگر متکبر میشود، زیبایی که بسیار متکبر باشد به آن رعنا میگویند. نقشی و دایره‌ای بر وی کشیده و به کوره امتحان درآورده، دست به دست و شهر به شهر گشتن پیشه کرده، چه لایق عشق بازی بندگان حضرت و شاهان با غیرت باشد. خب میگه که توانگری، توانگری مال، مال نیست، توانگری قلب است. چه کرده؟ این قلب رو سرخ کرده، قلب رو آماده کرده و این قلب رو در اختیار مردم قرار داده، قلب رو عرضه می کند به انسانها. مهدوش به بالین تو آمد به سرای، گفتم که ز غیرتش بکوبم سر و پای. مهکیست که او با تو نشیند یک جا، شبگرد جهان دیده انگوش نمای. گویا از رباعیات حضرت مولانا است، خیلی زیباست. میگه گویا ایشان دیده که معشوق و محبوبش خوابیده است و ما هم آمده افتاده بر روی معشوق. میگه این ما چرا جسارت کرده، چرا جرأت کرده، چطوری به خوابگاه محبوب من آمده است. مهدوش به بالین تو آمد به سرای، گفتم که ز غیرتش بکوبم سر و پا. غیرتم گرفت که تو در
بادش محبوب من چه میکنی؟ ای ماه برو کنار. ماه کیست که با که او با تو نشیند یک جا؟ ماه کجا؟ تو کجا؟ ماه حق ندارد که با تو یک جا بیم. تو پادشاهی هستی که هزار ماه زیر قدرت توست. شبگرد جهان دیده انگشت نمای. شبگردی که جهان دیده هست آن ماه رو میدی که شب میگرده دیگه. درسته، خیلی شاعرانه و زیباست. شبگرد جهان دیده انگشت نمای، همه هم با انگشت نشان میدن ماه رو. این انگشت ما همه میشناسند. این آمده چی کار میکنند؟ میخواهد که با یار ما در آمیزد. عاقلان توانگری از این دانند اما غلط کردن. غلط کردن فوش نیست، داده خود معروف حتی زشتی نیست. غلط کردن یعنی راه غلط رفتن، صحیح نه اندیشیدن. اما عاشقان حضرت حق توانگری از آن دانند که در داغ و ضرب نماز سبیکه راز و سکه نیاز دارند. توانگری میدانید چیست؟ توانگری آن است که در داغ و ضرب نماز، در داغ و ضرب جایی که سکه های طلا رو میزدن، نماز داغ و ضرب است. این رو مولانا میتواند بفهمد، داغ و ضرب بودن نماز رو. عوام که متوجه نمیشود. نماز داغ و ضرب است، یعنی ضرب خانه هست که در آن هزاران هزار سکه طلا رو میزدن. داغ و ضرب یعنی آنجا نماز دار و ضرب است که در انجا سبیکه راست، سبیکه آن سکه‌ای که میزنن معمولاً از نقره سبیکه هست و سکه معمولاً از طلا بوده است. سبیکه راز و سکه نیاز دارن، راز و نیاز. یکی راز است و دیگری نیاز است و این راز و نیاز میرود به سمت او و او ناز از آنجا ارسال می‌کند. هر لحظه ناز او می آید، نیاز او افزوده می شود. هر لحظه این ناز و نیاز در تداول است. ملک تعالی در حق عالم قدار ندای فاعتبرو کرد یا اولی الابصار. ملک تعالی خداوند متعال در حق عالم قدار، عالم هیله‌گر ندای فاعتبرو کرد فاعتبرو یا اولی الابصار. پس اعتبار بگیرید، عبرت بگیرید ای صاحبان بینش. انسان باید از این جهان عبرت بگیرد. این جهان مایه عبرت است. زمانه بر مثل لعبت است، مرد فرید چون یک درنگری زنگی است مردم خواهد. زمانه مانند لعبت است. لعبت معنای عروسک است، عروسک خیلی زیبا. عروسکی ساختن، انسان میخواهد او به دست او برسد، ولی مرد فریب است. دوبت به معنای زن زیباروی هم هست که مرد را فریب میدهد. چون یک در نگری زنگی است مردم خواهد. خوب که نگاه میکنی آن زنگی است، آن مار زنگی است که عروسک و زیبا می نماید. آوردن که روباهی در بیشه رفت، آنجا تبلی دید آویخته در پهلوی درخت افکنده. به هر باری که بادی بجستی شاخ درخت بر تبل رسیدی. آواز بلند به گوش روباه آمدی، روباه چون بزرگی تبل بدید و بلندی آواز بشنید از حرص طمع در بس که گوشت و پوست او در خور شخص و آواز او باشد. همه روز تا به شب بکوشید و به هیچ کاری التفات نکرد تا به هیده بسیار به تبل رسید که گرد تبل خارها بود و خصمان بودند. چون به دانجا رسید و آن را بدرید هیچ چربویی نیافت. همچون عاشقان دنیا به شب هنگام، به شب هنگام مرد موه آغاز کرد. قصه چیز متوجه شده دیگه؟ قصه این است که کسی یک روباه یک تبل را دید. تبل خیلی بزرگی بود که پوست برو کشته. هی صدا میکرد، گفت این عجب حیوان تازه ایه، چطور حیوان اینقدر صدایش بلند است. حتما وقتی صدایش اینقدر بلند است پر از گوشت است داخلش، یعنی این که صدا دار نهرهش اینجوری هست، این حتما چه گوشت خیلی زیادی هم دارد. بعد نشست و هی صبر کرد، دو سه روز صبر کرد تا اینکه وقتی اطرافش خالی شد یک دفعه رفت و آن طبل رو درید. دید که درونش جز با چیز دیگری نیست. فکر میکرد که خیلی چربو باشد، خیلی چربی باشد، خیلی گوشت عالی داشته باشد. میگوید مسئله اینها چنین است. مسئله که زنگ به زهر آقا دنیا میره من چنین است. وقتی که رفتن
این دنیا طبل تهیست، طبل توخالیست و هر وقت به دنبالش رفت آخرش متوجه خواهد شد که چیزی نیست. نوحه آغاز کرد سیدم بشد و درید دامین دامین بتر است. این هم از رباعیات باید باشد. سیدم بشد و درید دامین بتر است. هم سید از دستم رفت هم دام دریده شد. این بدتر است. می درد شد و شکست، می درد شد و شکست جاوید بدتر است. می درد شد، می از حالت اصلیش خارج شد، جام هم شکست و این بدتر است. دل سوخته گشت و کار خام این بدتر است. هم دل سوخت و هم کار هم خام. کار خام ماند ولی دلم سوخت، در حالی که باید کار می پخت و دلم می ماند. دین زایع و دنیا نه تمام این بدتر است. هم دین زایع شد و دنیا هم تمام نشد. اما روشن چشمان معرفت و سرم کشیدگان حضرت در این بیشه روبا به آواز طبل التفات نکنند. هی طبل میزنند، هی ما رو با آگهی ها به سوره پول میخوانند، بیایید اینجا سود است، اینجا پول است، اینجا کذا و کذا هست. این طبل هایی است که میآید به سوی ما. شکار، شکار باقی زویند. اینها اگر شکار میزویند، شکار باقی است که بماند. و السلام علیکم.